ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست، ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست، با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست. چه خوش بود یا از دهان آن که شنید، از دهان دوست جنگ، همه جا جنگ. مثل اینکه کره زمین رو کافی نمیدونن. شاید خیلی ها رجال حکومتی دنیا خیلی خوردن، بزرگ شدن، کره زمین کوچک براشون. برجر به حالا که خداوند در روز اولی که خلق کرد، یعنی نه روز خلق کرد، روز اولی که اینها رو فرستاد به کره زمین، کی از یه طرف؟ شیطان، از یه طرف آدم و حوا. فرستاد به کره زمین. با آدم و حوا گفت که از همون کره زمین همیشه با امرار معاش کنید. تا حالا هرگز کم نیامده کره زمین. دیگه کار به جایی رسیده در چیز که این معمولاً طرفین مخاصمه در هر جا بینیم جنگی هست، دو طرف در سر آتش بس جمع به جر رو بحث میکنن. یعنی میگن اصل جنگی که به جای خود ما باید وایسیم تا همه بکشیم. و این حالت هم از گلادیاتورهای قدیم مونده که دو تا انسان رو باید به جنگ هم مینداختن، اون بالا تماشا میکنه، یکی باید دیگری رو بکشه. اونی که غلبه میکرد، پیروز میشد، باید طرف رو بکشه. اگه نمیکش خودش رو میکشه. همین وضعیت که الان در ما در چیز به ارث رسیده خلاصه. ولی انسان در ضمن اسلام، در ضمن این که به عکس اون چه آقایون میگن
دین شمشیر نیست، دین مهر و محبت هست. ناچار شده است که این خصلت انسانی رو در نظر بگیره و در سالی، در هر سال خودشون، در واقع 4 ماه حرام گذاشته است. یعنی در این 4 ماه نباید جنگ کنن. حتی جنگ هایی که قبلا هم شروع شده و به این ادامه پیدا کرده، خیلی اوقات در این ماه ها متوقف می شود. دست از جنگ می کشیدن، گفتن هر کسی برگرده به همون وضع قبلی تا ببینیم این 3-4 ماه زندگیمون بگذره، بعد بار دو مرتبه شروع به جنگ کنیم. حالا این رسم به اصطلاح آتش بسی که به این صورت تحریم جنگ مقرر شده در اسلام، حقش اجرا کنن. در این ماهایی که محرمه، یعنی حرام در جنگ درش، در این محامشون با هم صحبت کنه. نه تنها این کار رو نمی کنند، بلکه گروه هایی که واقعا من به معنای میخوان صلح، در صلح و آرامش زندگی کنن، اونها رو آزار میده. خب حق دارن، به این معنی که خصلتشون متفاوته. ما قبول داریم که خصلتشون با ما متفاوته خیلی ها. ما جنگ طلب نیستیم، بلکه صلح طلبیم. منتها در این حال صلح به ما جنگ میکنن و بگن بیا با جنگ کنیم. من این زندگی حیوانات، چون ما قبل از این که انسان باشیم حیوان بودیم و حیوان هستیم، بسیاری از این عادات و ادای حیوانات میتونه برای ما تاریخچه زندگیمون باشه. من غالبا نگاه میکنم فیلم هایی که زندگی حیوانات داره، از خصلت آهو و حیوانات آرامش طلب مثل شتر مثلا به اینها نگاه کنید، اینها اصلا دوره بر جنگ. خیلی من دقت کردم که ببینم اینها جنگشون چجوریه. آوها شاخ میزنن، بعد آوها تمرین میکنن برای دشمن. یعنی مثل این که همین گفته ما، ما از اونا یاد گرفتیم باید گفت، نه اونا از ما، که در آرامش، در صلح مثل آب روان و در جنگ و دفاع از خود مثل سنگ خارا هست.
این هم همینجور. بعضی حیوانات اینقدر حمله میکنن تا اون کسی رو که خودشون نمیپسندن و خود او هم آخرش تصدیق میکنه از میدون کنار بده. کمتر کسی در کمتر حیوانی در جنگ چیز کشته میشه و حالون که در انسان ها بیشترین کشته ها از جنگ هاییست که خود انسان ها برپا میکنن. این جنگ هم بی خود، یعنی هر کسی بی خود جنگ نمی کنه، یه روحیه جنگ طلبی در اون ایجاد می شود. ما از هر طرف نگاه می کنیم روحیه جنگ طلبی در همه انسان ها ایجاد شده. ما لااقل بنده خودمون باید به همین امر اکتفا کنیم که در دفاع و جنگ سنگ خارا هستیم، ولی همیشه اصالتمون آب روشن حیات بخشه. انشاءالله خداوند قدرت به صلح طلب بده و ما رو و فکر ما رو برای انسان ها بپذیره. ای یار آشنا، ای یار آشنا، علم کاروان کجاست کجاست؟ تا سر نهیم تا سر نهیم بر قدم ساروان دوست. دردام و حسرتام کنانم زده از رفت، دستم نمیرسد که بگیرم اینان دور. دستم نمیرسد نمیرسد که بگیرم اینان دوست. رنجورش دوست چنانم که هر که دید رحمت کند. رنجورش دوست چنانم که هر که دید
رحمت کند مگر دل نامهربان دوست.